به نام خدا و عرض سلام هموطن عزیز، آرزو دارم که همه شما در هر گوشه دنیا که زندگی میکنین جور و صحت و سلامت باشین. شما بیننده افغان استریت فود از آریانا هستین. دوستا پیام گذاشته بودن در واتساپ برنامه و همچنان ایمیل فرستاده بودن که برین به سمرقند رستوران که بهترین ماهی داره، البته انواع ماهی، و یک ماهی را تقریبا اضافه تر از 100 پیام ما گرفتیم به نام ماهی تکه، که البته کباب تکه را شنیده بودیم. ماهی تکه را نه، ای که طرز تهیش چگونه است، شما فقط کتابچه‌هایتان را بگیرین و یادداشت کنین، بس در خانه پخته کنین و نوشجان کنین همراه فامیل. سلام. سلام استاد، چی حال دارین؟ صحت شما خوب؟ بخیر هستین؟ شما خوب؟ بخیر هستین؟ صحت من؟ خیر، شکر، زنده باشین. به سلامت و با عزت باشین. اگر اشتباه نکنم، من فکر میکنم که ما خود تلفنی هم تماس گرفته بودیم. آصف جان. بله، ما آصف تاج هستم، یکی از من مسئول رستوران سمرقند. خیلی عالی، تشکر از اینکه ما را اجازه دادین که بیایم همراه شما یک برنامه داشته باشیم. دوستا تقاضا کرده بودن که برین که بهترین ماهی دارد. من کسایی بوده که ایجاد نوشجان کرده و خوبم اتور فوق العاده مزیشون داده. امروز آمدیم خواستیم که بدانیم که طرز تهیه ماهی تکه چگونه است. طرز ماهی تکه ما خب بسیار نرم و ماهی است. ماهی تکه رو گفته شما که زیاد چیز کردن مشتری ها زیادتر خوش میکنن، چون موسم است، مستان هم است، سرد است و وقت وقت ماهی خوری است. ماهی خوری است دیگه. ماهی در بیرون هم است، خب چیزی که صحیح باشه انشاءالله مشتری ها زیادتر خوش میکنن، چون که یک مرض کرونا هم آمده، کوشش میکنن چیزای صحیح رو نوشجان کنن. و ماهی تکه از ماست که ماهی بخار است و اونها دوستای ما هستن که اونها بسیار خوب اخته میکنن و بسیار خوب میکنن. خب آشپزخانه هم ایسون است؟ آشپزخانه هم ایسون است. بله، مهربانی که بریم طرف آشپزخانه. سلام برسه سایب، ساعت شما خوب؟ بخیر هستید انشاءالله ساعت من؟ مهربانی آصف جان، اجازه است؟ سلام. سلام. سلام به همگی. چی حال دارین؟ صحت شما خوب است؟ بخیر. شما خوب هستین انشاءالله؟ صحتتون خوب؟ شما جور هستین انشاءالله؟ صحت سلامت هستین؟ سلامت باشین. تشکر، زنده باشید. خب کسی که امروز میخواد بر ما طرز تهیه ماهی تکه رو بگه کی است؟ سلام علیکم. بخیر هستین انشاءالله؟ صحت من؟ زنده باشید. سلامت. خب اسم شما گفتین سید جان؟ سید جان افند هستم و در بخش کبابی و در بخش چاینیز و همچنان بسیار یک بلومارات ماهر دارن انشاءالله. با شما چیزی که لازم باشه انشاءالله از طرف ما اجازه است، به تمام چیزی که باشه براتون انشاءالله تشریح میکنم براتون. سلامت باشی یوسف عزیز، تشکر. خودت به کارهای خود برس انشاءالله، باز ما میایم پیشه. درست است، ما هم رئیس سید جان میباشیم. سید جان اونجا قابلیان به خیلی پخته میکنی که تو نسوزه یا نه دیگه کس هست؟ خوب است انشاءالله، صحت من خیر، خیرتی است، سلامت باشی. من فکر میکنم دیگه که گوشت ماهی هم آماده است. هموطنان عزیز گفتین که ماهی بخار است. بله. و در پولیش امروز بر ما میگی که طرز تهیه ماهی تکه چیگونه است. درست؟ اتو یک کار میکنیم که از این شروع خودت بگو که از کدام مصالحات استفاده میکنی، از کدام ماهی بخار از کجا شما میخرین یا خریداری میکنین. درست است؟ هموطنان ما هم کتابچه‌های خودان رو بگیرن یادداشت کنن، نوشته کنن. درست است؟ مهربانی خیزمی شروع بگوین که از کدام مواد لازم استفاده میکنین. خب من فکر میکنم اینجا خیلی زیاد از کلش برم استفاده میشه، یا ای که بعضی مواد هست که دایی استفاده میشه. خیلی کل که یک لطف کن سعید عزیز که امون مواد را که خود دایی استفاده میکنی درست از مواد لازمه، امون را بیرون بکش که یک تصویر بتانیم اینجا خوب تر بگیریم. مثلا دا این نمک است، درست؟ اینجا بیچینینش که دوستان بدانن که چند نوع است. خب این قبلا اختام شده سید جان؟ یه اختام شده، ولی دیروز اختام کرده که حالی بازم برای تا برای چه که وقت میمانین که اختا شده؟ این او کدر وقت نداره، 2 ساعت، 3 ساعت، 3 اختا بخوره. خوب اختا شده، بخاطر از این مواد لازمه که استفاده میشه امو گوشت ماهی بتونه که جذب کنه. درست است؟ بله. خب این دیگه آماده شده است، اختا شده گیز. درست؟ باز مواد اختایش چی است؟ موادش اینمیسته. خب امیاستک؟ بله. درست.
شما میتونید که ماهی را از سوپرمارکت ها بگیرین به نام ماهی بخار و قسمی که شما در تصویر رو میبینین که یخته شده نیست ولی این اخته کردن که دیروز فکر میکنم اخته کردن شب اخته کردین. خب من فکر میکنم که اگر امو جریان یا وقت اخته شده شد قدر دیرتر باشه اما قدر خوب است. درست است؟ و این مایی که امروز میخواین بر ما آماده کنن یخته شده ولی به خاطر از اینکه شما بدانین و ما بفهمیم که طرز تهیش چیگونه است خصوصا طرز تهی اخته شدنش. درست است بر ما سید جان میگه مواد لازمه را این از اینجا به خیرم تو شروع کو بگو. خب اول سیر تازه است. سیر است که از ماشین کشیدی؟ بله امروز ادرک میکس است. امروز زنجبیل تازه. بله تازه. اول سیر میندازیم باز گرم مساله است. نمک ساده است، آجوین است و مرچ سیاه است، مرچ سفید است، مرچ سرخ است، گشنیز پودر است و نمک چینی است. درست، این پودر گشنیز است. اینی رو چی گفتین که است؟ آجوین. آجوین، یا یک نوع مساله است پیدا میشه در بازار، درست؟ خاطر خوش بیوینم چی شد، خب بعدی مایا که است چی دارانه؟ درست، باز باد از او دیگه یک ظرف با قدر ضرورت اگر فامیل اگر کدام میمونی بود که اگر زیاد جور میکنین شما چون اینجا رستوران تا خیلی زیاد جور میکنین باز تازه تازه برای مشتری هایتان یک خوراک دو خوراک آماده میکنین. این همون مواد لازمه است که برای اخته شدنش استفاده میکنین. قسمی که سید جانم گفت که اگر از دو ساعت بیشتر باشه مثلا 300-400 من فکر کنم که 3 ساعت یا 4 ساعت هم اگر باشه اما قدر خوب است. درست؟ خب حالا دیگه بخیر کار در کجا رسیده؟ این خب پس روان کن. درست است؟ اگر دوستان فهمیدن که چگونه اخته کنن و از کدام مواد لازمه استفاده کنن. بسم الله بخیر دیگه کار شروع میکنیم. خب دیگه حال وقت سیخ زدن است. درست؟ بازم یک خوراکش چند سیخ همی؟ دو سیخ است؟ با چند پارچه از گوشت مایی داره؟ هشت پارچه. درست. آماده شد. درست؟ آماده شد. حالا سر زغال میمانم. بسم الله بخیر. این زغال هم دیگه تازه است. هموطنان عزیز مایی که سر زغال پخته شد من فکر کنم که خیلی مزه‌دار هم میاد و مؤثر هم است نسبت به روغن. باز در چند دقیقه پخته میشه؟ ده دقیقه یک دو دقیقه وقت میگیره تا ای که خوب نرم شد و پخته شد. سعید جان اینه بخیر دیگه استاسا آماده میشه. خب تا اینکه آماده شوه ما یک چکر میریم طرف قابلی. بیا مسعود عزیز طرف قابلی. سلام. سلام بخیر است انشاءالله صدمن خیر خیرتی است زنده باشین سلامت. واه واه چه یک بوی کشیده قابلی ازبکی. بله دیگه قابلی ازبکی باز هموطنان عزیز در داخل افغانستان بخصوص در رستورانتی که مثلا رستورانت سمرقند رستورانت هایی که از طرف شمال باز خیلی مزه‌دار اینا پخته میکنن به خاطر از اینکه از روغن کنجد استفاده میکنن و یک چیزی که یادم نره متنای عزیز این رستورانت یک آشپزخانه دگام داره منتها من فکر میکنم که امروز میماندار هستن اوجه یک ذره بیروبار زیاد بود ما نخواستیم اوجه بریم. این رستورانت این آشپزخانه نسبتا خورتر است. من هم میفهم که چقدر برنج اینجا دم کردن خب اوجه دیدم بسیار دیگاه کلان ماندگی بود چند دانه بر ما کمک که بگو که در قابلی ازبکی شما از کدام گوشت استفاده میکنین از کدام برنج استفاده میکنین از کدام روغن خود گفتین که روغن کنجد است کنجد است بله خب قسمی که پوپل جان براتون پیشتر تذکر دادم در قسمت برنج دو سیر برنج مفته
و دو سیر گوشت گوساله است. فقط به مقداری که برنج است و نماقدر گوشت هم است. من میگم چطور تو مزه میت قابلی ازبکی نام داره. گوشتش زیاد است. بله، هم گوشت گوساله و هم گوشت هم برنج با. همین چقدر است؟ دو سیر است؟ تقریبا بله، دو سیر. خب دو سیر برنج است و دو سیرم گوشت. گوساله است بله. بودی چی وقت تا چاشته بخیر پخته میشه؟ مدتی که دو ساعت در بر میگیره. دو ساعت بعد یک شورش بده که نسوزه. خب دایی دیگه مولنگ هم هست درست؟ حال سلامت باشی رفیق. اگر چاشت اینجا بودیم باز میخوریم ببینیم دست پخت خودت چه رقم است. زنده باشی. خیلی حرارت هم زیاد است. ما دیگه پس میریم طرف سید جان ببینیم که خب ایسو چی هست؟ این طرف هم فکر میکنم که دیگه پیتزا و قسمت فست فود ماست. فست فود تان از پیتزا درست بازور یک روز دیگه می سلامت باشی. ببینیم که سعید جان چی کرد. بخیر آماده شد نشد؟ سعید جان چطور که پس رفیق نزدیک است؟ خوب پخته شده و خوب همطور نرم هم شده. هموطن عزیز باز شما بخیر یک ذره زغال بگیرین در خانه تازه کنین همراه فامیل نوش جان کنین. خیلی خود امیر آماده بساز دیگه من میرم به طرف مهمان خود درست است؟ باز امیر جور که ما مهمان داریم اموجه بیش سلامت باشی. یک چند تصویر مسعود جان خودت بگی. سلام خبیر جان آمدی بخیر. ساعتت خوب باش که دستای خلا ششتیم باید قبل ندیم. خوب است انشالله. ساعت سلامت خیر باشه زنده باشه. سلامت باشی هموطن عزیز. خبیر جان اگرچه که سن سال خورد داره ولی از همت بلند برخوردار است. نام خدامت یک بچگه که کاکه جوانه همطور برده بار و از همه کاره که مهمی است که من صبح میامدم به طرف ثبت برنامه دیدم یک شغل آزاد داره بسیار یک کار کوچک آغاز کرده. گفتم مکتب میری؟ گفت والا میرم. حالا رخصت هستیم چون زمستان است درس میخونم. مرا خیلی خوشم آمد که از همه کاره مهمتر همی است که درس میخونی. آفرینت. من میگم به شکت است با خدا جور خواستی انجاله سلامه جناک جو. امروز ما طرز تهیه که مایی تکر داشتیم. مایی را خوش داری یا نه از ایگه بزن؟ آها کنم وقتی دگاه مایی خوردی؟ نه نخوردی؟ اینه مایی تکر ما هم نخوردیم مردیم. اینه نانم تیار شد. بیارین نانم بیارین بخیر آورد که ما تو امروز یک مایی خوری کنیم مردیم ما یک جای سیز؟ چطور از کاربار چطور رستیم؟ خوب است. همه قدر میشه که می شام بخیر طرف خانه بری یک چند دانه نان هم رایت گرفته بری درست؟ بله. هموطن عزیز ببینین که خبیر جان خب سن سالش خیلی خرد است ولی مرا خیلی دوستم می خوشم آمد به ای که یک بچه چی از بردبار و کاریگر و با همت از کار میکنه و در پالیش درس خدا میخونه و یک مسئولیت خیلی کلانه در قبال خانواده خود داره که تنها خودش کاریگر است. اینه بیجه کار میکنه دمون کاری که داره فقط میگر تا نماز شام کار میکنم بعد از اون یک مصرف خانهشان هر چیزی که هست اگر ضرورت میشه بیادرم این آدم میخره و همراه خود میبرم همراه فامیل یک جای نوش جان میکنه. باش کمی مایی اگه من خودت زیاد گرد دیم باز یخ میکنم از نمیتنی. خوب است که بخیر بخوره. خب بسم الله بخیر. خبیر جان این مایی دیگه مایی بیخار است. هم تو بیخار بخو خب. امیره تشکر قربان سلامت باشین. یک عالم ممنون از خودت زنده باشی. چطور است خوش داری نوشابه این نوشابه را؟
بله صحیح. نشک جانت باش که دگان برد پرتم من سلاتم بادرنگ برد بانم درست است؟ اینه یک چه هم بانم چطور استی امرای لیمو خوش داری؟ اینی هم اینه نان خشک است خبیر جان میتونی که خودت هم نوش جان کنی درست است؟ بسم الله بخیر اینه ما میگیرم کردید اینی جان درست است؟ مزدار است؟ بله صحیح خب مزدار است یا کم؟ بسیار بسیار زیاد مزدار است من مزایمت نمیشم من اگه اجازه بیتی خوی جان من میرم به طرف خزانه دار خودت نام تا نوشو جان کن صحیح هموطن عزیز واقعا که خیلی مزه‌دار است چه یک ماهی همطور جانانه است اگر شما میل داشتین که نوشجان کنید بیاین در این رستوران همطور یک ماهی فوق‌العاده مزه‌دار نوشجان کنید بر من اگه اجازه باشه من میرم به طرف خزانه دار خودت نانکت نوشجان کن درست است آرام نانت نوشجان کن دیگه چیز برات بخوایم اگه ماهی رو دوست نداری که قابلی هنوز پخته نشده یک کباب بخوایم چطور همین خوب است نوشک جانت سلامت باشی زنده باشی میریم به طرف خزانه دار آصف جان چه یک ماهی مزه داره واقعا خیلی پرکیف بود خوب مزه داد سلامت باشین دیگه ما اونمو یک خوراک من فکر میکنم یک خوراک گرفتیم چون میمان داشتیم یک خوراک چقدر پول میشه؟ خواهش میکنم مگفانیس نوش جان شما میمان ما هستین چون که شما یک میمان محترم هم داشتین بسیار یک کار خوب است انشاءالله به شما را تقدیر همچنان میکنم که امتا طفلا را جمع چیز میکنین و ما خوش هستم همه طرف ما به شما و به میمان دان توف است سلامت باشی زنده باشی تشکر در کار بارتان خداوند برکت برقرار کنه چون از ما روند برنامه ما قسمی است که باید پول بپردازیم حالا دیگه اون از او خود نگفتی که از ما روند ما او رقم نیست روند ما او رقم نیست چون میمان ماست سلامت باشی خب بخاطر از این که بیننده بدانن که چقدر امو یک خوراکش چقدر است قیمتش خوب است که بگوی امو یک خوراکش ما فی شرای ما که هستن 550 افغان است امی مایی تکه 550 افغانی همین پول رو بگیرین زنده باشه که یک کار دیگه میکنیم درست است از 50 رو پیشم تیر میشیم 500 رو بعد همین 500 رو برای میمان برنامه میکنیم درست است شما که نمیگیرین خیلی نمیره برمه دو دانه 500 رو بکنیم از پیشتا تشکر سلامت باشی خیلی کار کنین باز 500 روپای مو بچه اگر کبتین درست است پشتون باشه یعنی 500 روپای پشمه سلامت باشی یک عالم ممنون تشکر از میمان نوازی تان از اینکه وقت تان گرفتیم یک دنیا سپاس قربانتان زنده باشین سلامت باشین همتان عزیز ای بود برنامه ای هفته ما که تقدیمتان شد تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما قرار میگیریم شما را به خداوند کریم و رحیم میسپاریم شاد و موفق و کامگار باشین گپ همیشگی که صفحه ما را سابسکرایب کنیم زنگوله را فشار بدین تا ای که
بیننده برنامه خوب آریانا باشین. تا برنامه بعد بدرود.